سلام و عرض ادب خدمت شما دوستای گل و عزیزم بچه ها رسیدیم به این قسمت اینا رو که براتون گفته بودیم ادامه درسمون بچه ها تمرین نهم ما همه تمرینات قبل رو گفتیم همه رو گفتیم خب تمرین نهمم مثل تمرینات بالا هستش داره میگه پلان هستش اینها کدومشه آفر هستش یا هلپ هستش یعنی شما باید این پنجتا جمله رو بخونید تا بتونید به هر کدوم از این قسمت ها برسید الان برمیگردم روش یه لحظه وایسید تمرین دهم هم که Let's تاک هستش که باید با پارتنرتون انجام بدید که البته یه سری جواب های ساده داره مون تا برای مکالمه 100 درصد شما باید این رو تمرین بکنید با زبان تمرین 11 لسنینگ و رایتینگ هستش تمرین 12 وارما برای اکسپرسینگ the فیوچر in تایم Clauses که خیلی خیلی مهم هستش برای ما یعنی میریم سراغ به قول معروف تایم clauses ها یا همون عبارات قیدی مربوط به زمان اوکی؟ عبارات قیدی مربوط به زمان که فوق العاده مهمن و به قول معروف ما از when اضافه استفاده می کنیم before, after, as soon as, until, while استفاده می کنیم اما بریم سراغ تمرین ها که جواب و خدمتون بگم اینا رو تمریناتی که بالا هستش رو چون قبلا گفتیم فقط جوابش رو میگیم و اکتفا میکنیم به همون جوابی که دادیم تمرین نهم صفحه 58 اگه میخواید بگردید دنبالش بچه یک برای ما بذارید بخونمش So you were talking about your plans for the summer What are you doing to do? Uh, I'm going to work at the summer resort in the mountains خب بچه ببینید اینجا تمرین نهم یکمون A میشه طبیعتا اوکی دومون B میشه اوکی یعنی داره راجع به plan offer یا help صحبت میکنه سهمون میشه A درسته خیلی زایه است چارمون میشه B خیلی مشخصه و پنجمون هم میشه A اوکی یعنی این قسمت بازم میگم زیاد چیز مهمی نیست چون تمرینات مهمش رو اینجا توضیح داده بودیم اما سراغ لتس تاک میریم که بچه ها این دیگه پای خودتون به خاطر اینکه داره از خود شما سوال میپرسید داره میگه چی کار میکنی؟ uh, what are we going to do قراره که چی کار بکنیم اوکی قراره که چی کار بکنیم حالا بر اساس ذهن خودت و داستانی که داری اینجا جمله رو کامل میکنی I know We will How will that help? بچه از تصویرها کمک میگیرید یعنی مثلا میگه او مای گاد الان چی کار بکنیم رنگ همه جا ریخته بر اساس تصویر از این کمک میگیرید و نظریه خودت رو اینجا بیان میکنیم اما میرسیم به Exercise 12 وارم اپ که برای وارم اپ ها باید بریم سراغ درس میرسیم به عبارات قیدی مربوط به زمان که فوقلاده مهم هستن یعنی دیگه اصلا وارد یه قسمت جدید زبان میشید فوقلاده مهم بچه ها ببینید عبارات قیدی مربوطه به زمان شامل دو تا عبارت میشن عبارت های اصلی و عبارت های زمانی که توی انگلیسی بهشان تایم clauses گفته میشه عبارات زمانی خب ببین عبارات زمانی با یه سری کلمه ها میان مثل when, when, while اینجا گفته براتون دارم فعلا توضیح کلی میدم as soon as, until, before, after, uh, since, once با اینا شروع میشه خب حتی با از خالی هم شروع میشه یعنی میتونیم اینها رو جزء عبارات زمانی در نظر بگیریم و بچه ها یه عبارت زمانی میتونه قبل یا بعد از عبارت اصلی جمله بیاد بچه ها به این مورد توجه بکنید که اینجا برای ما ما یک عبارت اصلی داریم خب و یک عبارت چی داریم؟ مربوط به زمان داریم عبارات زمانی داریم خب که میتونه قبل یا بعد از جمله اصلی بیاد یا قبل یا بعد از عبارت اصلی جمله بیاد بدون اینکه معنیش رو عوض بکنه یا معنی جمله رو تغییر بده حالا اگر این عبارت زمانی ما به زمان آینده اشاره داشته باشه که اینجا ما میخوایم دقیقا همین رو بگیم خب باید از زمان حال ساده استفاده بکنیم خب بریم سراغ مثال های سری توضیحات کامل رو بهتون دادم سری توضیحات ببخشید، کلی رو بهتون دادم که یه سری از داستان ها دستتون بیاد اوکی بذارید ببینم نکته دیگه یادم میاد که قبل از اینکه بریم سراغ درس خدمتتون توضیح بدم اینا که به همین صورت و اوکی اینم به همین صورت نه چیزی نیست باب ویل کام سون یعنی باب به زودی میاد خواهد آمد We will see him خب اینجا این رو داریم دوتا داریم اما دقت بکنید بچه این قسمت A همشون با هم نیستن اینجا جمله تموم میشه اینجا جمله دومه اوکی پس جمله دوم اینه حالا اگه این انتخاب نشه تا همین سیهیم اینجا جمله دوم ماست جمله و عبارت اصلیمون اینه باب ویل come سون باب خواهد آمد حالا اینجا قسمت دوم when bob comes we will see him وقتی که باب بیاد ما اون رو خواهیم دید درسته حالا بریم سراغ تو... توضیحاتش اصلا یعنی چی چرا when اومده ساختار چیه میگیم when bob comes is a time clauses این time clauseه. وقتی که تو از ساختار when یا یکی از Time Clauses ها به علاوه ی Subject Bob به علاوه فعل comes یا come استفاده بکنی میشه Time Clas. Okay. When the meaning of the Time Clas is future, the simple present tense is used. Simple present tense. زمان چی؟ زمان چیه Simple present؟ حال ساده؟ تموم شد زمان حال ساده ساده ترین زمان انگلیسی میگه وقتی که توی این تایم کلاس معنی آینده میده و مرتبط به آینده است خب میگه که وقتی که باب بیاد کل جمله اصلا مربوط به آینده است ویل ویل خودش هم حتی بخونی میگه وقتی که باب بیاد هنوز نیومده پس مربوط به آینده است خب پس ما اینجا وقتی که ببینیم تایم کلازمون مربوط به آینده است بچه فعلا دارم توضیحات رو میدم حالا کامل گوش بکنید بعدا متوجه میشید چون باید کامل مباحث گفته بشه وقتی که باب برسه یا بیاد ما اون رو خواهیم دید اینجا چون مربوطه به آینده است ما میاییم از زمان حال ساده توی همین تایم کلازز استفاده میکنیم همونطور که میبینید سوم شخصه فعلمون هم اس گرفته زمان حال ساده جمله کلا زمان حال ساده است ساختارش هم گفتم when subject و ورب میگه ویل یا be going to توی time clauses استفاده نمیشن هر موقع دیدید عبارت ویل ویل یا بی گوینگ to توی اون جمله هست اون جمله time clauses یا عبارت زمانی نیست ممکنه بگی آقا مگه اینجا ویل استفاده نشده بچه ها ساختار تایم کلازز اینه فقط فقط ون رو آورده سابجکت رو آورده و فعل رو آورده بعد و قبلش دیگه جمله دیگه که ما میتونیم از ویل یا بی گوینگ تو استفاده بکنیم اما خود تایم کلازز رو نمیتونیم ویل یا بی گوینگ تو بهش اضافه کنیم مثلا بگم که چه میدونم when will نه اون که سوالی میشه میگیم و... حالا آخه سوالی باشه که باید از همون حالت سوالیش هم استفاده بکنیم دیگه میگیم when will Bob come غلط خب کلا اصلا از بی غلطه هم از لحاظ گرامری غلطه هم از لحاظ در واقع تایم کلازز و عبارت زمانی غلطه چون نمیتونیم ما اصلا ویل رو استفاده کنیم چون اگه استفاده کنیم کل ساختار جمله اصلا به هم میخوره خب اینجا میگه a time clause begins with such words as when بچه اینجا رو دیگه داریم وارد درس اصلی میشیم که دیگه باید شما یاد بگیرید وقتی که میخوای از عبارت زمانی استفاده بکنی خب الان اصلا بهتون میگم عبارت زمانی برای چی اصلا استفاده میشه میتونی از کلماتی مانند when, before, after, as soon as, until, while and includes a subject and a verb استفاده بکنید The time clause can come either at the beginning of the sentence or in the second part of the sentence یعنی میتونه این قسمت time clauses اول جمله بیاد یا نه میتونه توی قسمت دوم جمله که همینجاست استفاده بشه و تأثیری توی معنی نمیذاره مثلا اینجا میگیم که when he comes when he comes we will see him دقت کردی؟ When he, Bob, comes, we will see him. یا میتونیم بگیم که بچه ها البته این که دارم میگم اول جمله بیاد من کاری با این ندارم. این اصلا یه جمله دیگه است. خب من کارم با این قسمت و این قسمته. When he comes, we will see him. یا we'll see him. Uh, we'll see him when he comes. جفتش رو میتونیم استفاده بکنیم. این تایم کلازمون هستش. عبارت زمانیمون هستش. اوکی okay. پس اینا رو فعلا تا اینجا یه ای سری توضیحاتی رو دادیم که باید ببینیم اصلا تا اینجا یاد گرفتی یا نه که ما میتونیم بعدش بریم مثلا سراغ ادامه کار اوکی okay. اینجا میگه که اکاما is used when the time clause comes first in a sentence میگه اگه اگر اینجا این اینو پاک بکنم اگر تو قرار باشه که تایم کلاز و عبارت زمانی رو بیاری اول جمله حتما باید از کاما استفاده بکنی یکی از نشانه چه توی مکالمه چه توی کنکور وقتی این کاما رو دیدی بدان تایم کلاس اول میاد اوکی اول میاد این برای ما خیلی مهمه این برای ما خیلی مهمه که شما میتونید از این حالتش به قول معروف استفاده لازم رو داشته باشید خب بچه من یه استراحتی رو برم یه ادیت میکنم اینجا رو دقیقه رو یادداشت داشت میکنم که دیگه مشکلی نباشه بچه ها برگشتم ببینید بچه ما وقتی که بخوایم در واقع ها رو به هم ارتباط بدیم و بین دو تا جمله ارتباطی رو برقرار بکنیم یا ایم از عبارت های زمانی استفاده می عبارت زمانی از اسمش پیداست دیگه عبارت زمانی اوکی زمان رو داره برای ما بیان میکنه دیگه که چه وقتی این اتفاق میفته که چه زمانی که چه هنگامی این کار اتفاق میفته و ما میایم جمله ها رو و زمان ها رو ترکیب میکنیم به واسطه چی به واسطه همین تایم کلاس ها و عبارت های زمانی بریم سراغ مثال هامون که کاملا دیگه اینجا رو متوجه میشی نگران نباش. لیندا is going to leave soon خب اینجا گفتیم وقتی be going to باشه یا ویل باشه اصلا اون ساختار ساختار عبارت زمانی نیستش کلا نیستش میگیم که لیندا قراره که خیلی زود ترک بکنه اینجا رو before she leaves she is going to finish her work خب حالا فرض کن اینو من ندارم خب میخوام بگم که لیندا قرار اینجا رو ترک بکنه خب قبل از اینکه ترک بکنه رو کلا اصلا تلفظ نکن ترجمه نکن لیندا قراره که اینجا رو ترک بکنه و قراره که کارش رو تموم بکنه خب جمله ناقصه من وقتی بخوام بین دو تا جمله ارتباط برقرار بکنم که زمانها رو به هم ربط بدم دو تا جمله ها رو به هم ربط بدم و میخوام صحبت کاملی رو داشته باشم به راحتی میام از تایم کلاس ها و عبارت زمانی استفاده میکنم و همیشه اول عبارت زمانیمون چی میاد when, before, after, as soon as, until, while استفاده میشه و اگه به زمان آینده اشاره بکنه که اینجا going to قشنگ به آینده اشاره میکنه من میام از زمان حال ساده استفاده میکنم پس من جمله اول رو دارم لیندا قرار اینجا رو ترک کنه جمله دوم رو هم دارم قراره که کارش رو تموم بکنه خب من میخوام ارتباط برقرار بکنم بین این دوتا جمله و بگم لیندا قرار اینجا رو ترک بکنه اما قبل از ترک کردنش قراره که کارش رو تموم بکنه به راحتی میام از زمان حال ساده استفاده میکنم و از تایم کلاس ها و عبارت های زمانی اوکی okay. یا بعدی I will get home at 5.30 من به خونه میرسم ساعت پنج و نیم. خب ویل داره I will eat dinner من شام خواهم خورد من ساعت پنج و میرسم خونه من شام خواهم خورد خب این جمله ها اصلا به هم ربطی ندارن من میخوام دو تا جمله ای که بگم رو که در آینده دوتاش اتفاق میفته رو بین دو تا جمله در آینده ارتباط برقرار کنم بین دو تا جمله در آینده وقتی بخوام ارتباط برقرار کنم میتونم از زمان یعنی میتونم از های زمانی استفاده کنم دیگه واضح تر از این نیست دو تا کار و دو تا جمله در زمان آینده میخوام ارتباط بینشون برقرار بکنم و حرفمو به کرسی بنشونم میام از عبارتهای زمانی استفاده میکنم I will get home at 5.30 ساعت پنجانی میرسم خونه شام میخورم حالا میگم ساعت نیم میرسم خونه بعد از اینکه رسیدم به خونه شام میخورم خب ممکنه بگی آقا من اصلا چطوری خب دوتا جمله رو دارم توی آینده دوتا تا جمله رو توی آینده دارم چجوری اصلا بدونم باید چطوری از این عبارت ها استفاده کنم بچه ها عبارت های زمانی مربوط به جمله قبلشونن و سلام نامه تمام عشق کردید این چرا پاک نمیکنه؟ کنه؟ گن زدیم فکر کنم این بهتر عبارت های زمانی مربوط به جمله قبلشونه get home get home leave soon leave از فعل جمله قبل استفاده می کنی جمله اول کار اول comes come arrive arrive easy تمام Bob will come soon we will see him خب چجوری استفاده کنم میام از فعل جمله قبلی استفاده میکنم میگم when باب باب همونه باب بابه لیندا شیه لینداس آی آیه فعل همونه هوم همونه دقت کردی همش عین همه فقط انگار میای جمله اول رو تبدیل میکنی به عبارت زمانی و بعد جمله دوم بهش متصل میکنی لیندا is going to leave soon before اما دیگه باید بدونی از چه عبارت زمانی استفاده میکنی when, before, after این دیگه دست خودت میتونی تغییرش بدی Okay? Before she leaves, she is going to finish her work. I will get home at 5.30. After I get home, I will eat dinner. بعد از اینکه رسیدم خونه شام میخورم. The taxi will arrive soon. The taxi will arrive soon. خب. As soon as it arrives, it همون تاکسیه. As soon as it arrives, we will, یا will, be able to leave for the airport. جمله دومته دیگه هرچی میتونه باشه. به همین سادگی. اوکی؟ okay? به همین سادگی. حتی میتونی از when هم استفاده بکنی دیگه. When it arrives, we will be able to leave for the airport. تموم شد. They are going to come soon. اونا قراره که خیلی زود برسن. I'll wait here. دقت کن جمله دوم رو آورده قسمت اول. ببینید بچه ما اینجا سه تا پارت داریم دیگه. پارت یک یعنی جمله اول. قسمت اول کل جمله. کار اول. یکی داریم کار دوم. یکی داریم عبارت زمانی خب کار اول که مشخصه همیشه باید اول بیاد یعنی آه اگه دقت کرده باشی همیشه باید اول بیاد کار اول اوله کار دوم و عبارت زمانی میتونن به جای هم و جابجا جا, جا بیان یعنی مثلا به جای اینکه بگم when bob comes بگم we will see him when bob comes یعنی تو میتونی عبارت زمانی و کار دوم رو جابجا جا بنویسید تموم شد اینجا هم همینطوره میگم they are going to come soon until they come I'll wait here یا میگم they are going to come soon I'll wait here until they come تموم شد easy خب sometimes the present progressive is used in a time clause to express an activity that will be in progress in the future بچه دیدی زمانی که آینده استمراری میتونم براتون بگم خب آینده استمراری ما قبلا توی زمان حال استمراری present progressive گفتیم که آقا جان مثلا الان یه کاری در انجامه I am مثلا listening to the music دارم به موزیک گوش میدم الان I am listening to the music دارم به موزیک گوش میدم دارم به موزیک گوش میدم easy اما یکی دیگه از کاربردهای های زمان حال استمراری اینه که راجب آینده صحبت بکنه راجب آینده خب اما این زمان حال استمراری به عنوان تایم کلاز میاد به عنوان عبارت زمانی میاد عبارت زمانی ایزی خب یه لحظه اجازه بدید این فکر کنم اوکی. به عنوان عبارت زمانی میاد مثلا من میام اینجا میگم دقت کنید ببین چی بهت میگم گوش کنید بچه ها I am traveling. دارم مسافرت میکنم اصلا من با جمله بعد و قبلش کار ندارم اما وقتی که میخوای در رابطه با آینده, آینده، هر موقع خاصی در رابطه با آینده استفادهش کنی باید بدونی که اولا باید به صورت تایم کلاس بیاری یعنی یه وایلی ونی چیزی اول باید باشه بعد از اون ساختار خود زمان حال استمراری I am traveling She is traveling In Europe Next year از as... چی استفاده می کنی؟ بالاخره باید از یه نشانه استفاده کنی که من بفهمم راجع به آینده است سال آینده فردا پس فردا هفته آینده ماه آینده اوکی؟ استفاده می کنی و بعد از اون میتونی از جمله بعدت استفاده کنی I'm going to گفتیم اگه will یا be going to باشه دیگه اون حالت عبارت زمانی نیست I'm going to save money by staying in youth hostels تموم شد پس اینجا ما از while یا when یا هر عبارت زمانی که اول باید بیاد استفاده میکنیم زمان present progressive حال استمراری و بعد از یه قیدی استفاده میکنیم که مرتبط با آینده باشه میریم سراغ قسمت بعدی occasionally the present perfect present perfect زمان چیه بچه ها present perfect اینو میخوام خودتون بگید چون باورتون نمیشه بچه ها باورتون نمیشه هنوز بعضی از بچه ها نمیدونن که حالا مثلا ما میایم توضیحش میدیم نمیدونن که present perfect یعنی چی یعنی ماضی نقلی دیگه تموم شد زمان ماضی نقلی حال کامل is used in a time clause as in h examples g and h have the same meaning the present perfect in the time clause بچه داره میگه که زمان حال کامل خب توی این عبارت زمانی تاکید میکنه Uh, completion of the one act before a second act occur in the future. Ora آره dige, ببین بذارید اینجوری براتون توضیح بدم. خب این توضیحات خیلی کلیه. بعد کلی توضیح بدیم. مثال رو بخونیم. I will go to bed. I will go to bed. خب اینا مشخصه اول جمله است. After I finish my work, after I have finished my work. خب. اولاً بگم معنی Same. یکسان معنی ها جمعا یکسانه میخوابم بعد از اینکه کارم رو تموم بکنم میخوابم بعد از اینکه کارم رو تموم کنم یا که تموم کرده باشم معنی یکیه اما چه چیزی باعث میشه که اینا تغییر بکنند؟ مگه نمیگه ما افتر رو آوردیم و عبارت زمانی داریم اینجا؟ مگه بعد از عبارت زمانی من نباید بیام تبقیه این از سابجکت و ورب استفاده بکنم سابجکتمون آیه وربمون اینه مای ورک هم که ادامه جمله است ساختار اینه درسته حالا چرا اینجا حفینیش اومده یعنی فعلی که من دارم تغییر کرده بچه ها شما زمانی که حالت عادی میخوای استفاده بکنی خب میای زمان حال ساده استفاده میکنی چون داره به آینده اشاره میکنه این نکته اول اما میتونی به جای زمان حال ساده بیای از زمان حال کامل استفاده بکنی اما یه شرطی داره این وسط خب اونم اینه که ما اینجا دو تا کار داریم وقتی که تو میخوای روی کار اول تأکید کنی تأکید کنی روی کار اول وقتی میخوای تاکید کنی روی کار اول یعنی میگی من بعد از این که این تکالیفمو انجام دادم و کارم رو انجام دادم میرم میخوابم و سلام وقتی که تو تاکید بخوای بکنی میتونی از زمان حال کامل استفاده بکنی که قبلا توضیحش دادم این کار چیه؟ بچه ببین این کار دومه این کار اوله یعنی این کار زودتر داره انجام میگیره تو تکلیف تو انجام میدی بعد میری میخوابی داری تاکید میکنی اگه بخوای تاکید بکنی رو کار اول از زمان حال کامل استفاده میکنی به عنوان چی به عنوان عبارت زمانی همچنان عبارت زمانیمون حفظ شده مون تا به جای زمان حال ساده میای از زمان حال کامل استفاده میکنی تاکید میکنی روی کار اول و بعد کار دوم هم که سر جاشه اما اگه نمیخوای تاکید بکنی یعنی خیلی معمولی میگه خب من اول اینو انجام بدم بعد برم بخوابم میای از زمان حال ساده استفاده میکنی خب بریم سراغ تمریناتش بچه خدایی خسته شدم خدایی خودتون هم شاید زود به زود دارم ویدیو رو میذارم تمریناتش رو براتون فردا پس فردا دیگه حد اکثر زبط میکنم کامل همه اینا رو براتون میگم و حتی اینم براتون تدریس میکنم و بازی سری تمرینات دیگه دیگه هر روز تقریبا 25 تا 30 دقیقه ویدیو ضبط میشه دیگه طولانی بشه هم از لحاظ آپلود مشکل به وجود میاد هم از لحاظ های دیگه عاشقتونم بچه ها دمتون گم مراقب خودتون باشید اگه این موس اجازه بده اینو قطع کنم یا yeah.